نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان و تماشایان عزیز، با سلام مجدد. برنامه سه‌شنبه 29 جون یا جوان سال 2021 رو دنبال میکنیم. صحبتمون به اینجا رسید که گفتیم به طور کلی و تاریخاً سرمایه‌گذاری در بازار سهام سودش خیلی 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 بیشتر از سرمایه‌گذاری توی ریل استیت بوده. بگذاریم از این که سرمایه‌گذاری توی ریل استیت هم سودآور بوده، ولی سودآوری واقعی، سودآوری آینده ساز و خوب تو بازار سهام صورت گرفته، منتهای مراتب شرط داره. اگر از این قصه ها میشنوید که آقا بیاین پولتون بزنید تو بازار سهام، یه سال یا دو سال میلیونر میشید، یه سال دو سال میلیونر نمیشید و به احتمال زیاد اگر نه همه پولتون، اکثر پولتون هم از بین میره. شرط موفقیت توی بازار سهام، تو بازار سهام که سرمایه‌گذاری میکنید یادتون نره دارید تو بیزنس های مختلف سرمایه‌گذاری میکنید. یعنی مثلا شما اگر میخواید برید استاک فلان کمپانی رو بخرید، اول اون کمپانی رو بیارید جلو چشم خودتون. مثلا مغازه های چه میدونم استارباکس رو بیارید جلو چشم خودتون، مغازه های مکدونالد رو بیارید جلو چشم خودتون، مغازه های برگرکینگ رو بیارید جلو چشم خودتون، مغازه های اپل رو بیارید جلو چشم خودتون. شما دارید تو این مغازه ها، تو این بیزنس ها سرمایه‌گذاری میکنید و شرط موفقیت هر بیزنسی هم، هر کسی که دنبال بیزنس رفته باشه و به شکلی سر و کارش با بیزنس باشه، این است که میدونه موفقیت و سودآوری به زمان احتیاج داره. عذر میخوام، شما نمیتونید هیچ فروشگاهی، مهم نیست چه زمینه ای، به رستوران نمیدونم کامپیوتر میفروشه، تلفن میفروشه، همبرگر میفروشه، مهم نیست چی میفروشه، پارچه میفروشه، پیدا کنید که 6 ماهه و 1 ساله و 2 ساله بتونه به سودهای خوب برسه. نمیگم تو 2 ماه 3 ماه 2 ساله 3 ساله نمیشه پول در آورد، چرا میشه پول در آورد، ولی پولی که بتونه جبران کاهش قدرت خرید پول کشوری که توش هستید و بکنه و سطح زندگیتون رو پایین نیاره، نه، هیچ وقت در 2 3 سال و 6 ماه و 1 سال به این داستان نمیرسید. باید بلند مدت سرمایه گذاری کنید و هر چقدر هم که وقت بیشتری به خودتون بدید، احتمال موفقیتون خیلی 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 بیشتره. آدم ها بالاخره، حالا یا به دلایل جسمی یا به دلایل مقرراتی که کمپانی ها و شرکت ها مؤسسات مختلف دارن یا خیلی دلایل دیگه، بالاخره یه روزی بازنشست میشن و باید با پسنداز و تهموندهی که برای بازنشستگی نگه داشتن زندگی کنن. میمونه، حالا یه وقت ممکن است که یه آدمی در سن مثلا 65 سالگی به فکر میفته این کارو بکنه، یه آدمی در سن 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی به فکر میفته این کارو بکنه. اصلا سر سوزنی شک نکنید که اون آدمی که در سن 20 سالگی 25 30 سالگی این کارو شروع میکنه، احتمال موفقیتش حداقل 500-600% 1000% بیشتر از اونه که در سن 65 سالگی یا 70 سالگی شروع میکنه، چون زمان کمتری داره. شما فرض کنید یه آدمی رو که چه میدونم مثلا 30 کیلو اضافه وزن داره و اینها، این آدمی که 30 کیلو اضافه وزن داره اگر بخواد بعد از 2 هفته این 30 کیلو کم کنه، غیر ممکنه بتونه همچین کاری بکنه، خودش هم بکشه، تمام این 30 روز هم اصلا لب به غذا نزنه و فرضاً بر این بگیریم که با این گرسنگی نمیمیره، باز اون 30 کیلو توی ماه کم نخواهد شد. ولی اگه به خودش یه سال وقت بده، یه سال نیم وقت بده، بله، میتونه با کارهایی که میکنه اون وزن رو کم کنه. در سرمایه‌گذاری هم دقیقاً همین حالت هست و اینها. یعنی هر چه زمان بیشتری به خودتون بدید، وقت بیشتری به خودتون بدید، موفق‌تر خواهید شد، بازدهی بیشتری خواهید داشت و موفق‌تر خواهید شد. تنها اشکال جوانی و دوران جوانی این است که آدم فکر میکنه که هیچ وقت به دوران بازنشستگی نمیرسه. ولی همونطوری که الان، حالا هست چند سالتونه، 20 سالتونه، 25 سالتونه، 30 سالتونه، یادتون نمیاد کی بوده 5 سالتون یا 12 سالتون بوده و چشم به هم زدنی شدید 20-25 سال 30 سالتون، در یه همچین چشم به هم زدنی هم سنتون میره بالا
و یه روزی هم نوبت بازنشستگیتون میشه و اون وقت اگر از الان به فکر نبوده باشید و از الان سرمایه‌گذاری به شکلی که میگم نکرده باشید و بلند مدت برنامه‌ریزی نکرده باشید و فکر نکرده باشید، آخرش سر از پشت همین فروشگاه‌ها در میارید که برید جنس مردم رو بذارید تو پاکت یا برید نمیدونم مسافرکشی کنید یا کارا اینطوری بکنید تو سنای بالا در واقع و دچار گرفتاری‌های اینطوری بشید. بنابراین تنها یا مهمترین توصیه‌ای که میتونم به دوستان بکنم این است که از همین الان و هرچه زودتر دست بزنید به سرمایه‌گذاری. اگر خودتون بلدید که چه بهتر، اگر بلد نیستید حتما یه مشاور سرمایه‌گذاری رو که مطمئن هستید بهش استخدامش کنید که براتون کار بکنه. و یادتونم نره سرمایه‌گذاری جاده یک طرفه نیست، یه جاده صاف نیست، جاده‌ای هست که پیچ و خم زیاد داره، بلند و پستی زیاد داره، سنگلاخ زیاد داره، دستانداز زیاد داره. عزم خام منظورم که در وسط راه حتما به جایی میرسید که جاده خیلی بده، به جایی میرسید که دستاندازهای خیلی خیلی عمیق داره، ممکنه تایرتونم پنچر بشه، ماشینتونم ضربه ببینه. منظورم به عبارتی دیگه این است که سرمایه‌گذاری حتما سر راه ضرر هم داره، بعض وقتا ضررهای گنده هم داره. و به قول آقای جورج سوروس، اینوستور معروف که شهرت افسانه‌ای داره، میگه کسی که فکر میکنه سرمایه‌گذاری میکنه و هیچ وقت ضرر نخواهد کرد، این بابر تیمارستان. سوال اساسی این است که شما باید یه مقداری سود میکنید یه مقداری ضرر میکنید. همیشه باید در بلند مدت و نهایتاً درصد سودتون و مقدار سودتون از درصد و مقدار ضررتون بیشتر باشه تا بتونید موفق باشید. اینها نکاتی است که خواستم راجع به سطح زندگی و اینکه چه برنامه‌ای بریزید و چه کار بکنید که موفق بشید، آماده باشید، دست خالی نباشید، سطح زندگیتون پایین نره. نه تنها پایین نره، خوب رفتار کنید، وقت زیادی اگه به خودتون بدید حتی بالاترم بره، بهترم بشه رو براتون یادآوری کردم. امیدوارم که بهش عمل کنید و بر اساس اون موفق بشید. اگر نوع مطالبی که ما در این برنامه‌های همگانی مطرح می‌کنیم مورد علاقتون است، ما یه رادیو داریم به اسم رادیوی نبض بازارهای مالی که اولین و تنها رادیوی فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی است که همه روزهای هفته برنامه پخش می‌کنه. این رادیو رو میتونید مشترک بشید، سابسکرایب بشید. برای سابسکرایب شدنش هم به سایت ما مراجعه میکنید. آدرس سایت ما هم هست www.pofmnetwork.com. بعد ما سرویس دیگری هم داریم تحت عنوان تحقیق و مطالعه، Research and Study، که روزانه زمینه‌های متفاوت رو بررسی میکنیم. کارنسی ها، ارزهای مختلف، میوچوال فاند های مختلف، ریتس های مختلف، استاک های مختلف، باند های مختلف و و و و و و از وسط اونها چند زمینه ای رو که از همه وسط همه چیز به نظرمون جذاب تر به نظر میاد و امیدوار کننده تر به نظر میاد را در اختیار کسانی میذاریم که این سرویس رو مشترک و سابسکرایب شده باشن و اون وقت خود اونها با تشخیص خودشون تصمیم بگیرن که آیا مالیان در هیچ کدام از اون زمینه ها سرمایه‌گذاری بکنند یا نکنند. که کسانی که برنامه رادیو رو گوش میکنن هر روز میشنوند که کسانی که در این بخش هستن راجع به سودهای 50%شون، 100%شون، 300%شون، 600%شون، 700%شون میگن و ما هم اونها رو تو رادیو اعلام میکنیم. برای اشتراک رادیو هم همونطور که عرض کردم باز باید به سایت ما برید، pofmnetwork.com، www هم که میدونید اول کار، و رادیو رجیستریشن رو کلیک کنید، استراکشن ها و دستوراتش رو دنبال کنید تا آخر. رادیو رو میتونید یک ماه، شش ماه، یک سال، هر چقدر که خواستید مشترک بشید. و اینها در ضمن ما کار مشاوره هم انجام میدیم. اگه کسانی که بخوان، اگر دوستان مایل به مشاوره و برنامه ریزی اقتصادی و مالی هم باشن، میتونن با تلفن دفتر ما 310-407-5300 با ما تماس بگیرن، 310-407-5300. بعد با هم قرار میذاریم و در ساعت مناسبی باهاشون صحبت میکنیم و بهشون مشورت خواهیم داد که چه بکنن چه نکنن و برنامه ریزی براشون خواهیم کرد. و اینها
زمینه هایی که البته میگم امر سرمایه‌گذاری امر خیلی پیچیده است، یه چیزی که الان خوبه ممکنه 3 سال دیگه خوب نباشه، مجددا 7 سال دیگه خوب بشه، اینا دیگه چیزهایی است که کسانی که متخصصن، متبحرن، کار کشتن، کار آزمودن و کهنه کارن تو امر سرمایه‌گذاری میدونن که کی و کجا باید چه چیزی رو دنبال بکنن و ازش بهره برداری بکنن. یه زمانی ممکنه طلا خوب باشه، یه زمانی نقره خوب باشه، یه زمانی تکنولوژی خوب باشه، یه زمانی الان مدتی است مثلا این چیزایی که معروف شده به اسم کریپتوکارنسی مثل بیت کوین و اتریوم و چیزای دیگه رو دور افتادن که دیدی در فواصل کوتاه سودهای خیلی خوب به بار میارن. اونم یه بخشی است که به صورت اسپکولیشن یا سوداگرانه میشه بهش نگاه کرد و ازش استفاده کرد. یه زمانی کالاهای مختلف میتونه مورد توجه واقع بشه و به هر حال عرصه‌ها و زمینه‌های متنوع و متعددی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن. تا کی مورد توجه قرار بگیرن، کی آدم میره سراغشون و کی ولشون میکنه، اینها دیگه جزء ریزکاری‌ها و در واقع اون ظرائف و جزئیاتی است که کسی که امر سرمایه‌گذاری رو به طور حرفه‌ای انجام میده باش آشناست و این کارا رو انجام خواهد داد. و اگر هر چه زودتر شروع کنید و یک ادوایزر این شکلی که من گفتم داشته باشید، شک نکنید که چند سال بعد سطح زندگیتون نه تنها پایین اومده بلکه به مراتب بالاتر هم رفته است. تا برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.